دوستای عزیز امیدوارم که حالتون عالی باشه خوش اومدید به این جلسه آموزشی از ادامه آموزش های فاندامنتال بازار مالی فارکس ما توی چند جلسه قبلی با هم شروع کردیم و در مورد شاخص های مهم اقتصادی صحبت کردیم توی این جلسه میخوایم بپردازیم به یک شاخص دیگه ای تحت عنوان شاخص PPI که از واژه producer price index گرفته شده و این رو ما مخففش رو توی سایت هایی که اخبار رو برای ما اعلام می‌کنن به صورت PPI میبینیمش خب این شاخص PPI آی یا همون producer price index چه شاخصی هست؟ این شاخص رو میتونیم بهش بگیم شاخص من اینجا براتون بنویسم شاخص تورم تولید کننده یا حتی به جای تورم ممکنه شاخص قیمت تولید کننده هم شما یک جایی این رو باهاش مواجه بشید خب شاخص قیمت تولید کننده چیه؟ خب یعنی یه تولید کننده ای وجود داره و میاد تغییراتی رو توی قیمت تمام شده کالاها و خدمات خودش ایجاد میکنه اون تغییرات رو این شاخص یعنی شاخص پی پی آی اندازه گیری میکنه پس در واقع اگر بخواید به صورت مفهومی بدونید که این شاخص چی هست شاخص قیمت تولید کننده شاخصیه که در واقع هر نوع تغییری که توی قیمت تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده از سوی تولید کننده ها هست رو به ما نشون میده و ارزیابی میکنه. خب، حالا شاخص PPI، اگر که مثبت باشه چه اتفاقی میفته؟ اگر که منفی باشه چه اتفاقی میفته؟ ما از هر بار که داریم در مورد مثبت یا منفی بودن هر شاخه صحبت می کنیم به این نکته اشاره کردیم. وقتی میگیم پی, پی مثبت باشه یعنی که توی سایتی که ما داریم نگاه میکنیم سه تا مقدار داریم یه مقدار اکشوال داریم یعنی یک مقدار فعلی و یک مقداری داریم تحت عنوان فورکست یعنی بینی شده یا مقداری که انتظار میره اون عدد باشد و یک مقداری داریم به اسم پریویس یا قبلی وقتی میگیم PPI پی پی مثبته یعنی مقدار اکشوال از مقدار فورکاست بیشتر باشه و زمانی که مقدار اکشوال از مقدار فورکست بیشتر باشه ما تغییری که توی نرخ ارز میبینیم رشد نرخ ارز اون کشور هست یعنی اگر PPI پی پی مربوط به کشور آمریکا داره ارائه میشه پس قراره که USD یعنی شاخص دلار که وای هست یا USDX هست رشد بکنه یا اگر مربوط به هر کشور دیگه ای هست شاخص همون کشور یا ارز همون کشور رشد میکنه خب شاخص PPI پی پی شاخصیه که معمولا به صورت، ام بر ام یا ام ارائه میشه یعنی به صورت مانسلی یا ماهیانه ارائه میشه و معمولا هفته دوم هر ماه ارائه میشه و یه نکته ای هم که هست اینه که شاخص پیپیا یکی از شاخص های یا لیدر هست بنابراین تاثیر خیلی زیادی روی بازار فارکس میذاره و تاثیرشان روی تایم فریم های بالاتر هست اجازه بدید من برم توی نمودار یک قسمتی رو که مربوط به ماهای گذشته هست براتون بیارم و با هم تاثیرش رو روی بازار ببینیم خب الان من توی سایت فارکس فکتوری هستم یکی از سایت هایی که من قبلا بهتون معرفی کردم برای اینکه بتونید بیایید و سر بزنید و جدیدترین اخبار رو توی هر لحظه ای که منتشر میشه بهش دسترسی داشته باشید یکی از اون سایت ها فارکس فکتوری بود توی فارکس فکتوری من داده های مربوط به ماه قبل رو آوردم چون پی پی آی این ماه هنوز منتشر نشده و اگر منتشر باشه من میخوام تاثیرش رو روی بازار بهتون نشون بدم من فیلتر کردم از توی قسمت فیلترینگ اینجا من فقط و فقط یو اس دی یا دلار آمریکا رو انتخاب کردم و حالا میخوایم با هم تاثیرش رو روی بازار ببینیم خب نگاه کنید ما اینجا یه پی پی آی داریم و این پی پی آیه ام بر ام یا ماهیانه هست و این یا تاثیرش رو هم که میبینید به رنگ قرمز هست یعنی های ایمپکته یا تاثیرش خیلی زیاده خب یه نگاه بندازیم ما یه اکشوال داریم همونطوری که با هم گفتیم یه فورکست داریم و یه پریویس داریم اکشوال ما هشت دهم ده درصد بوده در حالی که انتظار میرفته پنج دهم ده درصد PPI پی پی یا در واقع شاخص قیمت تولید کننده رشد کنه یعنی سه دهم ده درصد اکشوال من از فورکست من بیشتر بوده درسته سه دهم ده به نظر چیز کمیه ولی توی بازار به شدت تاثیر گذار هست و حتی به نسبت دیتای پریویس یا ماه قبلی هم میبینید پی پی آی دو دهم ده درصد رشد داشته یه شیش درصد بوده که مال ماه قبل این ماه شده هشت دهم ده درصد خب بریم و تاثیرش رو روی شاخص دلار ببینیم ما الان با هم مرور کردیم و گفتیم که پی پی آی هر کجایی که رشد بکنه یعنی شاخص دلار الان ما داریم در مورد کارنسی که صحبت میکنیم دلار هست بنابراین اگر پی پی دلار رشد بکنه انتظار میره که شاخص دلار هم رشد کنه خب من اومدم یه لحظه این رو اول نشونتون بدم تاریخش مال سهشنبه 15 جون هست یعنی مال ماه قبله من اومدم روی نمودار DXY یا شاخص دلار همونجور که اینجا میتونید ببینید 15 جون رو انتخاب کردم یکم هم, هم زوم میکنم براتون این خدچین آبی رنگ دقیقا 15 جون رو به همون نشون میده و این الان نمودار دیکس بای من بر حسب دیلی یا روزانه هست یعنی این کندل دوجیه تقریبا سبزی که میبینید داره کل روز 15 جون رو به من یا جوان رو به من نشون میده خب ما گفتیم پی پی آی داره افزایش پیدا میکنه حتی سه دهم درصد و این سه دهم درصد فقط شما تاثیرش رو ببینید برای کسایی که میگن خبرها به دردمون نمیخوره و فقط تحلیل تکنیکال کار کنیم بعد از این خبر ببینید چه اتفاقی افتاده از اونجا تا اینجا ما رشد داشتیم و خب این میزان رشد رو البته میتونیم این میزان رشدی که اینجا داریم رو بیشتر هم حتی تا به اینجا هم نسبت بدیم ولی من فعلا همین یه چند روز بعدش رو در نظر میگیرم ببینیم چند درصد به من رشد داده اگر از اینجا هم میگرفتیده شما تا اینجاها تقریبا دو درصد فقط شاخص دلار رشد کرده ما کاری به شاخص دلار نداریم یعنی ما نمیتونیم روی شاخص دلار حالا بای یا سل بگیریم میریم روی ارزهای کراس ارزهایی که یک طرفشون USD باشه نگاه بکنیم ببینیم این رشد PPI و به نسبت رشد شاخص دلار چه تأثیری روی ارزهای دیگه داشته اولی ما USD کد رو باز میکنیم دوستان این خدچین آبی که من اینجا گذاشتم باز مجددن 15 جون رو به من نشون میده البته این 14 جون من فکر میکنم باید چند روز آها اینجا هست تقریبا 15 جون رو به من نشون میده و خب الان آره من تایم فریم رو آوردم روی یک ساعته و میخوایم ببینیم که توی تایم فریم یک ساعته چه تغییری روی بازار گذاشته گفتم PPI از جمله شاخص های پیش رو هست یعنی توی تایم فریم های بالاتر اثرش رو میذاره و من از قصد آوردمش روی تایم فریم پایین که شما ببینید روی تایم پایین هم تاثیرش رو گذاشته چطوری از اینجاها دیگه شروع کرده به رشد کردن یه مقدار رشد کرده یکم اصلاح زمانی داشته و بعد دیگه آماده شده برای رشد بعدی یعنی USD CAD این نمودار USD CAD هست که من بازش کردم از بعد از انتشار این خبر حالا شما تا اینجا ها رو اگه میخواستیم بگیریم میگیم حالا یه چیز فضاییه نه اونو در نظرش یه کم پایین تر اصلا باز همون دو درصد رو رشد داشته و شما میتونستید تمام این میزان سودی که توی این مدت اتفاق افتاده رو بگیرید من بیام توی چهار ساعته و همون یو کد رو بهتون نشون بدم یو کدی که مال ماه گذشته هست که میشه اینجا خب دقیقا این بعد از خبر 15 جون هست که رشد خیلی زیادی رو داشته و بر رفته برای تشکیل موج اول الیوتش که حالا فعلا کاری با اون نداریم یو کد رشد کرده چرا چون یو توی صورتش بوده میریم سراغ یورو یو چون یو توی مخرج هست ببینیم چه اتفاقی برای یورو یو افتاده خب ما وقتی میگیم یو رشد میکنه یعنی دلار آمریکا در حال رشد کردنه زمانی که دلار توی یک مخرجی باشه توی یه جفت ارز انتظار میره که اون جفت ارز کاهش پیدا کنه و همونطور که میبینید این خدچین آبی 15 جون چرا یک روز عقبه من اینو جابجاش بکنم بذاریمش دقیقا من بیارمش روی دیلی اول که مطمئن بشم 15 جون هست روی دیلی 15 جونه خب من رو این دیلی بهتون نشونش بدم. خب این از نمودار من چی دیلی. نگاه کنید توی 15 جون یه کندل نسبتاً دو زده شده و بعد از اون نگاه کنید توی سه کندل خیلی قشنگ یه ریزش شدید و قوی رو یورو یو تجربه کرده. چرا؟ به خاطر اینکه توی همون تاریخ دی وای یا شاخص دلار رشد کرده. به همین نسبت شما میتونید برید روی نمودارها و تاثیر هر کدوم از این شاخص هایی که با هم بررسی می کنیم رو ببینید دوستان برگردیم روی پاورپوینت و من یک نکته آخری رو هم بهتون آموزش بدم ما با هم در مورد پی تا الان صحبت کردیم و گفتیم که افزایش PPI پی باعث افزایش نرخ ارز یک کشور میشه. مثبتی که توی پی پی آی رخ بده یعنی اگر پی پی آی مثبت اعلام بشه هر چقدر هم که میخواد نسبت به این من این طرف تر بنویسمش به نسبت, نسبت به دفعه قبل بیشتر بشه مثبت تر بشه هر تغییر مثبتی که توی پی پی آی اتفاق میفته یعنی که هزینه ها داره بالاتر میره چرا چون پی پی آی شاخص قیمت تولید کننده است یعنی تولید کننده داره هزینه بیشتری میکنه اگر هزینه ها افزایش پیدا کنه هزینه ها رشد پیدا بکنن به همون نسبت هزینه تولید این هزینه هزینه تولید کننده است من اینو بنویسم که جلوتر اشتباه نکنیم هزینه ی تولید کننده داره افزایش پیدا میکنه خب من مصرف کننده هم به عنوان یک خانوار مثلا آمریکایی هزینه های تولید بالا رفته و من مصرف کننده میخوام برم خرید کنم وقتی هزینه ها بالاتر میره قیمت ها رو هم بالاتر میبرن پس من که به عنوان یک خانوار هستم باید بیشتر هزینه بکنم ما توی جلسه قبلی اگر خاطرتون باشه در مورد شاخصی صحبت کردیم تحت عنوان شاخص CPI یا Consumer Price Index و گفتیم که این در واقع یه سبدی تشکیل میده از تمام کالاها و خدماتی که خانوارهای آمریکایی بهش نیاز دارن خب وقتی این زیاد میشه وقتی هزینه های تولید کننده زیاد میشه یعنی این هم به نسبت داره رشد پیدا میکنه چون من باید هزینه کنم که برم این کالا و خدمات رو دریافت بکنم پس پی پی آی که مثبت میشه تقریبا میتونیم بگیم که روی سی پی آی هم تاثیر میگذاره خب حالا تاثیرش رو گذاشته این چه در واقع برای اقتصاد کشور بر وضعیت اقتصادی کشور چه تأثیری داره خب وقتی که من مصرف کننده تقاضای بیشتری دارم برای کالاها و خدمات این شرکت تولید کننده این تولید کننده مجبوره برای اینکه میبینه تقاضا زیاد شده باید تولیداتش رو هم به همون نسبت افزایش بده و وقتی میخواد افزایش تولید داشته باشه مجبوره بره چندتا کارگر دیگه استخدام کنه پس استخدام به همون نسبت بیشتر میشه و میزان بیکاری هم کاهش پیدا میکنه حالا استخدام بیشتر میشه برای اینکه بتونن متناسب با این افزایش تقاضا کالاها و خدماتی رو تولید کنن و در دست من مصرف کننده قرار بدن این یعنی چی؟ یعنی اقتصاد در حال رشد اقتصاد حالش خوبه یعنی به زبون خیلی ساده اقتصادی در حال توسعه است در حال رشد و اینکه کسایی که توی بخشمون تولیدی دارن کار میکنن مطمئنن که این شغلشون ادامه دار هست یعنی اشتغالشون همچنان اونجا ادامه دار خواهد بود حالا یه جایی میرسه که این پی پی آی خیلی دیگه داره رشد میکنه یعنی شاخص قیمت تولید کننده زیاد میشه تا این حدش گفتیم خوبه چرا چون اقتصاد در حال توسعه است ولی اگه از یه حدی خیلی رشد کنه یعنی این رشدش یه رشد واقعا حالا چشمگیر باشه دیگه اونجوری تاثیر مثبتی روی اقتصاد نداره چرا به خاطر اینکه وقتی PPI آی به نسبت خیلی زیادی رشد میکنه به همون نسبت CPI هم داره رشد میکنه دیگه الان من توضیح دادم این چرخه رو که به چه صورتی هست از این طرف به این طرف CPI آی رشد میکنه منی که مصرف کنندم دیگه از یه جایی واقعا پولی ندارم که بخوام برم خرج کنم وقتی که پول کم میشه هزینه ها داره زیاد میشه هزینه دیگه از یه جایی خیلی داره رشد میکنه پس پول دست مصرف کننده کمتر و کمتر میشه یعنی قدرت خرید مصرف کننده داره کاهش پیدا میکنه و قدرت خرید که کم میشه و هزینه ها داره زیاد میشه یه جورایی یعنی چی؟ یعنی تورم داره افزایش پیدا میکنه و تورمی که افزایش پیدا میکنه اصلا برای گفتیم که افزایش و تورم تاثیر منفی داره با افزایش نرخ ارز یعنی کلا نرخ ارز رو میاره پایین من دیگه قدرت خرید ندارم برم مثلا اگه یه خانوار آمریکایی هم برم دلار آمریکا رو حتی تهیه کنم بنابراین افزایش تورم رو داریم ما از یک جایی به بعد که پی پی آیمون افزایش پیدا میکنه و یکی از کارهایی که بانک مرکزی اون کشور میتونه انجام بده توی این حالت اینه که بیاد و چیکار کنه نرخ بهره رو افزایش بده و گفتیم دیگه نرخ بهره که افزایش پیدا میکنه مردم مجبورن پولشون رو ببرن بذارن توی بانک تا این قیمت هایی که مال تولید کننده و مال مصرف کننده هست کاهش پیدا کنه تمام این مباحث اقتصادی کاملا به هم مرتبطن یعنی شما اگر مبحث قبلی رو براتون جا نیفتاده باشه نمیتونید این مبحث رو کاملا درک کنید اما این رو بهتون بگم که خیلی کاربردی هستن و بعد از اینکه یادشون گرفتین خیلی راحت میتونید از طریق اینها سود کسب کنید خب به پایان این آموزش رسیدیم مثل همیشه ممنونم که با من همراه بودید و امیدوارم نهایت استفاده رو از این آموزش برده باشید اگر سوال یا نظری دارید خوشحال میشم با من در میون بذارید و در اسرع وقت تا جایی که بتونم پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستم و اگر تازه وارد این صفحه شدید و این آموزش رو دوست داشتید روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید که عضو جدید این کانال بشید و البته زنگوله بالای صفحه رو هم فعال کنید که اگر ویدیوی آموزشی جدیدی گذاشتم با خبر بشید و در نهایت اگر این ویدیو رو دوست داشتید برای دوستاتون هم بفرستید